کسانی که خداوند بایگری داد، ثروت داد، البته از وجه حلال باشد، پولی که از حرام صرف است او زکات ندارد. مثلا یک کس کارخانه عرق براری دارد، یا یک شخصی است که فقط خرید و فروش گرایند مشغول است، غیر او دیگر کسب ندارد، او صدها هزار دلار هم داشته باشد وید زکات نیست، زیرا خداوند زکات در مال حلال فرض کرده است. از درآمد سالانش، از مجموعش 2.5% حق خداست، باید ادا کند. حجم برای ثروتمنداست، برای کسانی که بلیت سفر تا عربستان سعودی دارد و چند وقتی که در اونجا استقامت میکند، برای خوراک و برای جای خوابش و برای پوشاکش پول دارد و مدتی که در سفر حج است، در اینجا خاندانش یعنی همسر و فرزنداش با نفقه خوب تأمین است، برای این آدم حج فرض است. نبر قرآن در پروردگار میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. خداوند زیارت کردن خانه کعبه را فرض گردانید برای کسانی که رفتن به این سفر در شرایط دارند. از این سبب کم بغل ها در حج فرض نیست. کسانی که روزگار خانشان تأمین نیست، برای اینها حج فرض نیست. اما هر مسلمان آرزو کند که خداوند به من اگر شرایط مهیا سازد، خداوند رزق من فراخ کند، صاحب بایگری و ثروت شوم، حتما این فریضه الهی را ادا میکنم. هر مسلمان با این نیت به خودش داشته باشد. خوب معلوم شد که حج 5 رکن اسلام است. معنای حج چی؟ قصد کردن و زیارت کردن مکان مخصوص، که مراد از این مکان خانه کعبه معظم است، در وقت مخصوص. مراد از این وقت مخصوص کدام است؟ روزی 9 ذی الحجه و 10 ذی الحجه، که این 2 روز فریضه های اساسی حج ادا می شود که 3 فرض دارد، با طرز مخصوص. یعنی حج خود رکنهای مخصوص دارد، آدابی علاحده دارد. حاجی اگر این آدابهای حج ادا نکند، 3 فرض دارد و 5 واجب دارد و چند سنت دارد، حجش درست نمی شود. از این سبب باید کسانی که به سفر حج می روند، پیش از آمدنی وقتی سفر، برای یاد گرفتن و تعلیم گرفتن آداب حج به کسانی که اهل علم هستند مراجعت کنند، خصوصا کسی که راهبر گروه است، پیش ایشان بیایند آداب حج، حتی الامکان این کس تکرار کنند، گویند 2 بار و 3 بار و 4 بار در ذهنشان جای گیرد. خوب انشاءالله باز خوبیش دیگر اینجا که است، امروز کتاب های زیادی هم دلیل الحاج هست، این راهنمای حاجی ها به خطی، شاید روسی هم ترجمه شده باشد، کریلیقتی تاجیکی هم ترجمه شده باشد، بهترش همین کتاب ها را گیرند خوانند، تا اینکه پیش از آن که به سفر حج می روند، یک معلومات درباره حج و آداب حج و احکام حج داشته باشد. ما گفتیم حج این زیارت کردن خانه کعبه است. خانه کعبه کی بنا شد و او را کی بنا کرد؟ با فرمان کی؟ آیا او مثل دیگر خانه هاست؟ مثل دیگر مسجد هاست؟ البته نه. خانه کعبه چگونه که قرآن شاهدی به آن است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وزع للناس للذی ببکة مبارکا وهدا للعالمین.
اول خانه‌ای که در روی زمین برای عبادت جهانیان ساخته شد در شهر مکه است و نام این خانه خانه کعبه است. این شهر است، نام یکی از نام‌های شهر مکه بکم هست. خداوند به خاطر آن بکته گفت که این شهر تمام شهرهای دیگر دنیا را گردنشان می شکند با خروج مهدی ان شاء الله. خلاصه این خانه را ساختمانچیش کیست، مهندسش کیست، انجینرش کیست و فرماندهش کیست؟ فرمانده این خانه الله رب العالمین است و مهندس او یعنی انجینر او جبرئیل امین است و ساختمانچی های او دو پیغمبر مرسل، یکی ابراهیم یکی اسماعیل علی نبینا و علیهم الصلاه و السلام است. ببینید این خانه چی بزرگ است، با فرمان پروردگار ساخته شد، انجینر و مهندسش جبرئیل امین، ملائکه مقرب الهی که افضلترین ملائکه هاست و ساختمانچیش دیوارگل و لایته و سنمودش دو پیغمبر مرسل، یکی ابو الانبیا حضرت ابراهیم بود شکن اول اسلام، دیگر فرزند عزیز او اسماعیل است. وقتی که ابراهیم با امر خدا این خانه را بنا کرد و ساخت و تیار کرد، بازگشتی به سوی شام کرد، اما خدا گفت ابراهیم خلیل من، اکنون این خانه من برای عبادت جهانیان تو ساختی تیارش کردی، اکنون وظیفه دعوت به سوی حج هم بردوش توست. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، خدا در قرآن بیان میکند تو بندگان من به زیارت این خانه دعوت کن. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن خدایا این صدای من به کجا میرسه؟ او وقت سپوتنیک ها نبود، او وقت بست مباشر که پریمای ترانسلیت میگه شما اینه پخش مستقیم نبود، خدایا این تلفن های گوشی نبود که به این لب و اون لب عالم صدا رسد، صدای من به کجا میرد؟ خدایا حضرت ابراهیم پیشگاه پروردگار در عذر خواهی کردند. خداوند گفت ابراهیم تو بالای این تپه برا، کوه ابو قبیس که کم پسترین تپه های شهر مکی مکرمه بود، خداوند این شهر همیشه عزت و شهرت و برکات عطا فرماید، بالای همون تپه برا، تو صدا کن بندگان من به زیارت دعوت کن، رسانیدن صدای تو به گوش بندگان وظیفه من است. فهمیدستی؟ همون خدایی که این موجه ها را امروز در اختیار سپوتنیک ها داد، در اختیار کشتی های کیهانی داد، در اختیار رادار ها داد، در اختیار استانسیا ها داد، در اختیار آنتن های پارابولی داد، همش به واسطه موج است. خالق همون موج ها به ابراهیم گفت که من صدای تو رو با این موج ها به واسطه سپوتنیک ها و به واسطه آنتن های پارابولی به گوش بندگانم در جهان میرسانم، تو غم اینه نخور. و اذن فی الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. ابراهيم صداي خدا بلند كن، با آواز فارم و شیرین خود بندگان من صدا کن بیایم به خانه من زیارتش، از راهای دور و نزدیک سوار و پیاده به حج بیایم. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام بالای تپه برآمد، دست مبارک در گوش انداخت، صدا دور می رود اگر گوشتان شما محکم کنه. ببینه بعضی قاری ها وقتی خواندن گوشاشان محکم میکنند به خاطر که صدا دور می رود. صدا کردن ایها الناس
اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَنَا لَكُمْ بَيْتًا. Ey مردمان، نگفتن ای تاجیکان، نگفتن ای عربها، نگفتن ای ترکها، زیرا حضرت ابراهیم میدانستن که این اسلام دین خداست، تمام ملتهای گوناگون دنیا این اسلام قبول میکنن. او وقت ابراهیم میدانست که اندونزی مسلمان میشد، او وقت ابراهیم میدانست که ملایزی مسلمان میشد، او وقت ابراهیم میدانید که در امریکای لاتینی، در تمام دولتاش برزیلی و امریکای جنوبی مسلمان ها هست. بنابراین ایها الناس، ای مردمان گفت، نگو ای عرب ها، زیرا همه بندگان خدا برابرن در پیشگاه خدا، همه بندگان خدا با زیارت این خانه برابر حق دارن. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، او حق زیارت این خانه را دارد. ببینه وقتی که شما در حج باشه، در عرفات، در وقت طواف، در گرد خانه کعبه، از تمامی نقاط دنیا بندگار خدا را میبینی، هر کدام با آواز خود، با لغت خود، با صدای خود خدا را یاد میکند. سیاها را هم میبینی، میدهکا را هم میبینی، خطای بلایزی و اندونزیا ها را، بوزبله های آسیا را هم میبینه، اوروپایی ها را، هر کدامش به زبان خود لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هر کدامش به صوت خودش لبیک میگه. خداوند به همه شما عزیزانی که اینجا هستی نصیب کند که این صدای فارمو در گرد بیت الله و در مینا و در عرفات گوهید، دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام اجابت کنید. اللهم صل علی محمد و بارک و سلم ما حول ولا قوة الا بالله. خوب حضرت ابراهیم وظیفه خود اجرا کردند، خداوند صدای او را به گوش بندگانش رسانید و چه انسانهایی که آن زمان در روی زمین حیات داشتند و چه کسانی که از رحم مادر و از پشت پدر تا قیامت زنجیروار پی در پی به دنیا می آیند به گوش اونها رسانید. لبی گفتند. بنابر هر کسی که این لبی که گفته باشد، چگونه بعضی مفسرها میگن حتما به زیارت خانه خدا مشرف میشه و ان شاء الله امید دارم که خلاصه حج عزیزان من از همون روز شروع شد و تا قیامت این عبادت ادامه مییابد و تا قیامت این خانه خدا از زیارت خالی نمیموند مگر چند وقت موقتاً که یکی از دشمنای خدا این خانه را کلید میکند، او هم نزدیک قیامت است که در این باره باز انشاءالله کدام وقتی صحبت کرده بودم من. خوب حج عزیزان من، کسانی که روان چی ثواب میگیرن و نروان چی گناه میگیرن، پیغمبر بزرگوار صلوات و ربی و سلامه علیه میفرماین من اراد الحج فلیعجل، کسی که ثروتمند و بایست میخواهد به زیارت خانه کعبه رود شتاب کند. همین سال شما را شرایطتان هست، پولتان هست، خانه تان تامیناتش خوب است،
همین سال نمونده ارزهاتان و بیدارهای دختالت برای سفر حج تیاری بید. سال دیگه او پس فردا نگوید، زیرا که سال دیگه رو کی میدانه هستیم یا نه، پس فردا رو کی میدانه هستیم یا نه. بنابر شما ارزهاتان ته اگرچه پول هم نداشته باشه، پیشکی ارزه تهتان انشاءالله وقتی که شما نوبتتان رسید، خداوند برای شما مهیا میکنه شرایط، میروید به زیارت خانه کعبه. بنابر رسول اکرم حج گفتن شتابی کنه. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هم خوب مذهبش اگرچه علی التراخی است، لیکن تعجیلش سنت است. کسانی که پول دارن، شرایط دارن، راه امن است، نوبتشان هم آمد است، اما نمیرد. به خاطر چی؟ به خاطر من بچه دارم باید بچه مزنتیم، به خاطر من ماشین ندارم باید ماشین گیرم، برای حج نمیرود. پیغمبر خدا با او چی تهدید کردن؟ من کان له زاد و راحله تبلغه حج بیت الله الحرام فلم تحج فلم يحج فلا عليه ان مات يهوديا او نصرانيا. حدیث ترمذی است والله اعلم. حضرتان کسی شرایط دارد، امکانیت دارد، میتواند حج رو و همه چیزش آماده است، اما به خاطر دوست داشتن دنیا، پول، ثروت، به خاطر تنبلی حج نمیرود، حضرت گفتند فرق نداره برای من، او خواه یهودی میمورد خواه مسیحی میمورد، او از امت من نیست. خیلی این وعید سخته برای ثروتمندایی که دعوا میکنن مسلمان و حج نمیرون. فرق گفتن او یا یهودی میمورد یا مسیحی میمورد. از این سبب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتشان شهرها در مخصوص آدمها مونده بودند. هر کسی ثروتمند و بای می شد حج نمی رفت، حضرت او را جنازش نمی موندن خاندنی. حضرت سعید ابن جبیر می گد من یک همسایی بای ثروتمند داشتم، هر چند فهماندم نصیحتش کردم حج نرفت، وقتی که وفات کرد من جنازش نخاندم. می گد خودم خوب حج رفتن چه ثواب دارد؟ کسانی که حج می روند چه ثواب می گیرند؟ عزیزان من، خداوند بازم دعا میکنم این لحظه لحظه اجابت دعاست، همین شما رو به زیارت خانش رساند. ثواب حج این است که حج برای هر انسان تولد تازه در عمرش است. حج برای هر انسان شستشو کننده گناهاش است. رسول حج اکرم میفرمایند من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وفي روايه عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. کسی حج رود و در سفر حج گناه نکند، در سفر حج کسی را حقارت و دشنام نکند، در سفر حج دزدی نکند، دروغگویی نکند، سخنهای بی شرمانه و بی حیایانه نگوید. فهمیدی ساده عزیزان من که حج میره؟ وقتی که بعضی حاجی ها رو رفتنشان، رفتارشان ما در سفر حج از زبان شاهد ها میشنویم، حج اونها حج نیست، اونها توریستی رفتن، گویا پاریس رفتن، لندن رفتن، مکه را هم تو تصور کردن. حج باید عاشقانه رفت. تو میدانی کجا میری؟ جای میری که او سرزمینی وحی است، جایی که تمام پیغمبران الهی در اونجا قدم زدن. تو مکان میروی که 13 سال پیغمبر عزیز تو در اونجا دعوت کردن. تو جایی میروی که قریب 70,000 پیغمبر در بعض روایات در بیخ دیوار خانه کعبه قبرش است، مدفون است. مگر اونجا میشود مستانه و خندانه رفت؟ نبا حضرت گفتن من حج، کسی اراده حج کند، احرام بندد، در سفر حج فلا رفث ولا فسوق. خدا قرآن دم میگوید
گناه نکند، حقارت نکند، دشنام نکند. یگان کس اگر مبادا تیلش کندن در حال خفه شده او رو کشتلش گرفته دشنام نکند. بعضی بچه ها از سبب عصبانیت که دارن مبادا یگان کس تیلشان کنه، او جای انبوه هست، اونجا یک نشانه های قیامت هست. حقارت نکنید، در اونجا خودتان به دست گیرید، زیرا شما مهمان خدا هستید. در حضور پروردگارتان عصبی شدن، غضب کردن، به احترامانه حرکت ها صادر کردن آداب نیست. بنابر خدا چی گفت؟ الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. رسول بزرگوار گفتن کسی عاشقانه حج کند در حج سخن به حیایانه و به شرمانه نگوید، در حج با کسی جنگ و جنجال نکند، در سفر حج کسی را فریب کرده پولش نگیرد، در سفر هر دزدی نکند، زیرا که گناه خانی در نزد خانی کعبه میشدگی از گناه های دیگر جا 70 برابر زاید عذاب دارد. چگونه طاعات در اونجا ثوابش مضاعف است؟ رسول اکرم گفتند یک نماز بیت الله برابر 1500 نماز دیگر جاست. یک گناهی که در بیت الله کسی صادر کند برابر 1500 گناه دیگر جاست. اینو فراموش نکنی عزیزان من. مفسرین کرام در تفسیرها میگویند و من یرید فیه بالحاد بظلم، تفسیر اجده ابن عباس میفرماید. بنابر خاطر ان همین بود که حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرها بود، از شهر مکه برآمدند، در طایف رفت استقامت کردند که من طاقت این وعید ندارم گفتند. انسان به کم بودی نمیشه، شاید که دروغ گویم، شاید یک کار خلاف شرع کنم، من طاقت این وعید ندارم. برآمدند، حضرت رفتند. بنابر وقتی که شما خانه کعبه را زیارت می روی، هم تو تصور کنه که شما در محضر خدا هسته، صاحب خانه شما رو مهمانی دعوت کرده است، تماشاتان دارد. بنابر عصبی نشوی، بنابر جهل پن نکنه، بنابر کسی رو آزار نده. خدا نگه دارد حاجی های ما را. از این سبب پیغمبر گفتن حج تولد تازه در عمر است. رجع من ذنوبه، احکام حج همش تمام کرد، بعد از طواف زیارت آمد و لباساش کشید و احراماش، یا پیش از طواف زیارت سنگچه زد و آمد و قربانیش کشت و سرش تراشید و از احرام برآمد، لباسای خانگیش پوشید، کرتو بروک ازار و جیلکش، ملائکه می آید دستاش در دو کتف حاجی می موند، خوشا به حال حاجی ها، میگید یا عبدالله اعمل فی ما تستقبلو و قد غفر الله لک ما مضا. ای بنده خدا، تا امروز هر گناه داشتی ششته شد، تازه شد، دلای جنایی تو همش محو کرده شد، سوخته شد، اکنون باز میگردی به خانه، برای خود از نو دلی جنایی نکشا، برای خود از نو نوشتن گناه ها را سر نکن. ببینی از گناه پاک میشه، مثل نو از مادر تولد شدگی باری نست. عاد من ذنوبه که یوم ولدته امه. حج مبرور، حجی که خدا به درگاهش قبول کند، ثوابش جنت است عزیزان من. رسول اکرم میگه الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور پاداشش و مکافاتش بهشت است. خوب شاید سوال تید شما که با ایشان حج مبرور گفته چی تو حج میگویند؟ مگر این 3 میلیون آدمی که حج میرود حجاشان مبرور است؟ حج مبرور پیغمبر بزرگوار برای ما و شما بیان کردند، صفتاش گفتند، کسی همین صفت در او باشد حجش مبرور است بعد از سفر حج. اگر همین صفت در او نباشد، خوب شما دانه که حجش حج مبرور نیست، او تماشا رفتگی است، توریست است. او تماشا چیست؟ او برای وقت گذرانی رفته است. رسول اکرم پرسیدن یا رسول الله و ما بر روح حج مبرور چیست؟ علامتش چیست؟ حضرت چی گفتن؟
حاجی بعد از سفر حج احوالش تغییر می‌یابد. ان یکون زاهدا فی الدنیا و راغبا فی الاخره. بعد از سفر حج که آمد نسبت به دنیا و رنگ و زرق و برق دنیا بی‌پروا می‌شود، یعنی حالتش دیگرگون می‌شود، بی ریش بود ریش می‌ماند، خنده های بی جا میکرد دیگر از خنده خودداری میکند، بی پروایانه که اینا و تئاتر میرفت بعد از آمدن دیگر خودش نگه میدارد، پیش از حج نماز و پروام نمیکرد، گاه میخواند و گاه نه، گاه مسجد میرفت و گاه نه، بعد از بازگشتن سفر حج دیگر نمازاش قضا نمیکند، دیگر از مسجد از نماز جماعت عقیب نمیموند، پیش از وقتی حج رفتنش خواب میرفت و صبح که میدمید آوازی از آن دو بس خواب بیدار میشد. بعد از سفر حج بازگشتن نماز تهجد به خودش وظیفه میکند. اگر این حالت شما در حاجی های محله تان و قشلاق تان و شهر تان دیده، دانه که او حجش مبرور است، مکافات او جنت جاویدانی است. لیکن بعد از سفر حج باز بینه همون غفلت، همون پروای نماز ندارد، پروای مسجد ندارد، باز همون تلویزیون و با همون رقص و بازی، بدانه که او حجش مردود است. به یادم میآید حادثه در کتاب عزیز آدی قدمی کنان حضرت امام جعفر صادق که نبیری رسول اکرم است، همراه با شاگرداش حج رفتند. در وقتی طواف آنچنان اطراف خانه کعبه سیر آدم بود که نزدیک خانه کعبه رفتن دشواری میکشید، البته برای حضرت امام راه کشاده میکردن میرفتو، اما آدم خیلی زیاد بود، البته این باری نیست، شاید 100,000 بود وقت. یکی از شاگردهای حضرت امام گفتن یا امام ما اکثر الحجیج، این سال گفتن چقدر شماره حاجی ها زیاد است؟ ببینه از اینان من خوب توجه کنه، از این 3 میلیون حاجی در اطراف خانه کعبه میگردد، شما فرفته نشوید که همین اونها حاجی هن. چی امسال حاجی ها زیاد شدن؟ او ظاهر دید همه احرام بستگی، سراش لط، کتفاش لط، تاف خوردی استادست، لبای گفتی استادست، ذکر خدا گفتی استادست، اما حضرت که او چشم باطن داشت می دید که در اطراف بیت الله گاه ها گاه ها آدم است و دیگر همش دیگه مخلوق است. تبسم کردن و گفتن یا فلان ما اکثر العجیج، گفتن نه حاجی بسیار نیست بچم، گفتن غوغا و آوازها بسیار است. عجیج آواز میگن. این آدم حیران شد، امام چی میگه؟ آخه اینا همش احرام دارن که. ثانی حضرتم پیش من بیا، آمد مثل اعظم جان بارین، دست مبارک دست بالای قلبش موندن، بالای دلش موندن، یک بار از پیش پرده ها برداشته شد، صحنه بیت الله صحنه حقیقیش نمایان شد، دید در گرد خانه کعبه جا جا آدم ها لبای گفته گشتی استادیان، باقی مانده اکثرش گرگ است و خوگ است و سگ است و میمون است. یا الله، تلخ کف شد، قریب خوش را بکن زد، حضرت دست مبارک دادن، گفت یا امام چیگه پس من نفهمیدم. گفت عزیزی من او کسایی که میبینی به صورت آدم کتف شد برهنه و سری برهنه با آب دیده لبه، این امونا هستن حجاشان مبرور، این دیگرایی که میبینی به صورت هر حیوان، اینها همون دزدا هستن، همون حرامخورا هستن، همون ظالما هستن، همون خبرکشا، اینها برای حج نامدن. بنابر حج مبرور نشانه دارد. رسول اکرم گفته، این سخن حضرت حسن بصری مرسل روایت میکنه، به طریق تعلیق یعنی زاهد میشه و نسبت دنیا بی‌پروا میشه و رغبتش در طاعت خدا، در کار آخرت، در ثواب زیاد میشه و این حجش مبرور میگن. این حج پاداشش بیشیشت است عزیزان من. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. یک سومه که در راه حج صرف می شود برابر است به 700 سومه که در دیگر جا صرف می کنند. رسول اکرم حدیث صحیح که روایت می کنه عبدالرزاق، یک سوم حج
برابر است به 700 سومی در دیگر جا صرف میکنه، زیرا که این حج عبادت است، این حج شوینده گناه هاست. حتی حضرت رسول خدا میفرمایند در حدیث مسلم: تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. شما گفتند وقتی که سفر حج می روی هم حج کنه هم عمره کنه. ببینید الحمدلله همین حاجی ما می رفتگی اول عمره میکنن بعد از آن حج میکنن، که این حج تمتع میگوین، یا اینکه حج میکنن دیرتر روان بعد حج که اونجا هستن چند عمره میکنن، احرام میبندن و طواف میکنن و این وای سعی. حضرتان وقتی که سفر مبارک در می روی این سفر دور و دراز است، در عمر خواه یک بار و خواه دو بار و سه بار میسر بشد همیشه نمی شود. خوب انشاءالله الان شرایط خوب است، هر سرود من میتونه هر سال کرده و اما سالایی که پیش بود 6 ماه رفت و آمد داشت با اشتر و با کاروان و با قافله. بنابر در این سفر هم عمره کنه هم حج کنه. کسی این دو عبادت یک جای پی هم میکند، رسول اکرم بینیم مکافات اعلان کردن، هم فقر و کمبغلی از خاندان او دور می شود، هم گناهاش شسته می شود. حتی در بعض روایات حج گناه کبیره را هم می شوید، مثل زنا و عرق و اینها را هم به نمازی را. بعضی مفسرها هم تا هم گفتگی هستن، بعضی شارح های حدیث قدی گناهاش می شوید. حضرت تشبیه کردن برای فهمیدن من و شما، برای روشنتر معلوم شدن. حضرت کماین فرکیر خبس الحد حدیدی والفزتی والذهب والفزه. کیر گفته کره آتش آهنگر میگن. اگر شما آهنگرا رو دیده باشید در تلویزیون ها، شاید امروز در جاها تا نیست اما تلویزیون فیلم ها رو میبینی، آهن دود میکند، علاو که در گرفت سرخ شد پف کردن میگره ثانی آهن میموند، چیزی میموند سرخ میشه میبره رو میزنش تازه میشه. یعنی مثل که کره آتش، خمدان آتش به اصطلاح امروز گوییم، آهن از آلودگی ها و غجگی هاش پاک میکنه، نقره رو پاک میکنه، تلا رو پاک میکنه، حج و عمره هم حاجی رو از گناه هم تو پاک میکنه، مثل تلا جلاناک و روشنش میکنه، به گناه میشه اگر حجش مبرور باشه. بنابراین حج خیلی عبادتی مهم است. هر کدام ما و شما بنابراین آرزو دا باید کنیم که خدا ما را به زیارت خانهش برساند. خلاصه بعد از انجام حج، اکنون تفصیلیم با انشاءالله داملاهاتان در این در 20 روزه که تا وقتی سفر حج دارم میگوین، بعد از زیارت خانه حج باز به زیارت رسول اکرم صلوات و ربی و سلامه علیه به مدینه منوره میروند، که رسول اکرم ما و شما را امر کردن که برای 3 مسجد زیارت شما سفر کنه، یکی برای مسجد الحرام خانه کعبه، یکی برای مسجد النبی مسجد رسول بزرگوار، یکی برای زیارت مسجد الاقصا که امروز در دست یهودی ها هست. امروز امت اسلام از عبادت کردنی در اون مسجد محروم است. از 35 سال پایان در اون مسجد یهودی ها نمیمونند، مسلمان ها را درارند. خداوند اون خانه را از دست اونها آزاد کند. اون مسجد در واقع قبله اول اسلام است. خداوند به همین ما و شما نماز خواندنی در اون مسجد نصیب سازد. مسجد رسول اکرم میره زیارت، که یک نماز مسجد پیغمبر برابر به 1000 نماز دیگه مسجد است. کسی 8 نماز در مسجد، 40 نماز در مسجد رسول اکرم، این 8 روز اگر خانه، خداوند براش حجت خلاصی از نفاق و از آتش دوزخ می نویسند. خلاصه پیغمبر بزرگوار روضه مبارکش زیارت میکنه، که در روایات آمده است، اگرچه محدثا در شأن این حدیث هرچی می گویند، حضرت میگه کسی قبر من زیارت بیاید بعد از ادای حج، گویا من زیارت کرده باشه در زندگیم. یا الله چی سعادت بزرگ دارد کسانی که روضه رسول اکرم پیش میستن و به او الصلاة و السلام علیک یا رسول الله میگویند.
چی بزرگ سعادت براشون خدا نصیب کرده است. خلاصه بعد از تمزیارت مدینه منوره باز به وطن باز میگردن. خداوند دعا کنیم در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. البته تفصیل این زیاد است، باز امام داموداتان خودش صحبت میکنه. دعا کنیم پروردگارا ما و شما را هم به زیارت خانهش و به زیارت روضه مبارک رسول اکرم رسیدن نصیب گرداند. خداوند برادران عزیزی که امسال از این شهری چی نام داره اینجا؟ نوسیبیرسک به زیارت خانه کعبه میرم، خداوند سفرشان مبارک کنه، حجاشان مبرور و سعیاشان مشکور گردانه، گناهاشان آمرزیده و بعد از انجام سفر سالم همراه با رهبر گروشان ایشان از انجام به وطن سالم بازگرداند. و شما را هم بار دیگر دعا میکنم در هر کجایی که نباشه خداوند به زیارت خانهش رفتن نصیبتان گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم استاد محترم نورالدین جان، از درگاه خدا سلامتی شما را خواهانیم. دشمنان شما را خدا هلاک گرداند و شما را روز قیامت همراه پیغمبرا داخل جنت گرداند. خداوند شما را خدا رحمت کند و صاحب جنت شوی. برادر عزیز، حدیث درباره حرام بودن طلا و در آیه قرآن باشد گویید. طلا را خدا حرام کرده است عزیزان من. وقتی که شریعت مقدس اسلام این حرام کرد، هر کدام ما و شما باید از این خمان نگه داریم. رسول اکرم حدیث صحیح است، دست مبارک ده طلا گرفتن، دست دیگر شانده نخ یعنی حریر ابریشم گرفتن، ثانی برآمدن هازان محرمان علی ذکور امتی گفتن. این دو برای مردهای امتی من تا قیامت حرام است. بنابر انگشترین طلا، سه پچکی طلا که گردنبند میگویند، روشکی تلایی، بند ساعت تلایی، ساعت تلایی، تگمه تلایی، تلفان تلایی، همش حرام است. مگر دندان علماها استثناء کردن. حضرت امام محمد رحمت الله علیه به خاطر ضرورت اگر دندان شما علتی شد یا کرم خورده شد یا سیاه شد، برای جاشی که پر کردن از طلا پر کردنش عزیزای، غیر این دیگر در هیچ جا استفاده اید. حتی کاسه و طبق و یعنی قاشق و شاخه اینها را هم استفادهش حرام است. رسول اکرم گفتن کسی در ظرف طلایی غذا میخوره، در اشکم خود آتش دوزخ میخوره. الذي ياكل ويشرب في اناء الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم. خلاصه عزیزان من از اینا خودتان نگه داری. من به یادم حدیث مسلم بیاد، ابن عباس روایت میکنه، رسول اکرم یه روز در مسجد ششته بودند، یک جوان زیبای رنگی جوربگی ما آمد، انشاءالله اینا از او طایفه نیستن، به پیغمبر خدا زیارت کرد. رسول اکرم دست مبارک دست قپی دندیدن که در انگشتش تل چلی تلایی کلانی هست. حضرت دست سر ندادن. پیغمبر خدا رنگی ما ایشان ملا خوش آمدچی نبودن، ریای کار نبودن، ماها رعایه میکنین خفه نشه و گفتن، اما حضرت دستی او رو سر ندادن، دستی مبارکتی چلیکشان قپیدن، انگوشترین کشیدن گرفتن و پرتافتن دور صحنه مسجد دن. حدیث امام مسلم هستین. ثانی حضرت چی گفتن؟ یعمد احدکم الی جمرت من النار فیجعلها فی یدی. حضرت خیلی ناراحت شدند، خیلی سرخ شدند، زیرا پیغمبر خدا طاقت آن نداره که امتش سزاوار عذاب شود. گفتن شما قصد میکنه با دست خودتان لخچه سرخی علا بگیره در چلیک تامونه؟ شما این سوختنش دو طاقت داره؟ نه طاقت نداری. چگونه انگشترین در دست بگیری؟ چگونه او سپیچکر در گردن میاندازی؟ حضرت طبیعتشان خیره شد، دیگر نششتن و خیستن، دلشان برای امتشان سوخت. امروز پیغمبر خدا امت چه بینه چگونه گردناشان پوری سیپشکای تلایی مثل حلقای گردن سگ بارین. خیلی ناراحت میشه، در قبر ناراحت میشه حضرت. ثانی رو بعد رفتن پیغمبر خدا موسفیدای صحابه نشسته بودن، گفتن یا جوان، گفتن خیره چلت گیر بر بازار فروش،
برای خاندان صرفش کن، شاید او خیلی قیمت داشت. اما این جوانم چی جوان با سعادت بود، چی جوان عالی همت بود، چی گفت؟ والله لا آخذه بعدما ترحه رسول الله صلی الله علیه وسلم. قسم به خدا که دیگر او هزارها اگر دلار نخ داشته باشد من او را از زمین نمی بردارم وقتی که رسول خدا از دست من او را پرتاب. ببینید اصحاب پیغمبر چی همت داشتن. خب من شما را نمیگم شما پرتای، شما این همت هم نداره کدامت که داره برای خانه تا مونه، یک روز در وقتی تنگی در کار میشه میفروشه زندگی تان را صرف بکنه عزیزان من. اما بازم میگم نکنه جوانای عزیز، والله این چله و این گردنبند و این ساعت طلا این زیباگی نیست، این جوانمردی نیست. جوانمردی و زیباگی در اخلاق خوب میشود، در آداب خوب میشود، در عالی همتی میشود، در خاکساری و تواضع میشود، در دست یاری به کمبغل و محتاجات دراز کردن میشود. امروز ما مسجد نو تماشا رفتیم، مفتی حضرت ساختی استادیم با سرداری ایشان مسجد نو که انشاءالله خیلی جای خوب میشود، یک مرکز اسلامی انشاءالله میشه، اونجا مدرسه هم بناش گرفتیان. شما پولاتان در اون مسجد تیه هزار و دو هزار و ده هزار دلار برید در اون مسجد تیه، ان این جوان مردی میگوین، ان این زیباگی میگوین، ان این آل همتی میگوین. خدا در آن صورت برای شما چلو دستپانه های تیلا رو در جنت براتان نصیب میکنن. بنابراین اینجا نکنی، بازم میگویم نکنی، این زیباگی نیست، این خجالت است، این شرمندگی است. بار اول کیا چلی تیلایی رو کردن؟ قوم لوط. بعضی کتابات میگه اول کسی که چلی تیلا رو از مردها استفاده برد قوم لوط بود، اونا گلوبای بودن. اینا با دستاتون نگام کس بینه گلوبای گوته اخواتون داره با بیرم احتیاط کنه بچه های خوش رو نکنه خدا نگهتان داره. خیر همه قشن بسرکم دیگه را سخت نمیگون، خدا نگهتان داره، شما را سلامت دارم. بابایشان شما کم کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنه، تا وقتی خدا خواسته باشه انشاءالله یه روز با کشاده میشود. خداوند خودش صاحب خانش است، باز امر معروف من هم که نباشم با دیگران میکنن. اما انشاءالله من از این راه دعوت نمیگردم، مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم، در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار یک ساعت صحبت دارم، هیچگاه خدا خواهد ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابی از سایت اینترنتی صحبت های نبی من هر هفته میابی انشاءالله. خب سوال و جواباتون هم روان کنی، سوال و جواباتون دن جواب میگیرید انشاءالله. اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خانیم نماز درست است؟ آره درست است. نماز سریلی چند درست است؟ نماز به کرتی آستین کلته هم درست است. انده شما نماز خانی عزیزان من، هر حالت نماز خانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار و جیلک یا تاقی، خدا نگهتان دارم. شخصانی که گوهر بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتانند. مثلا من برای مثال میگم شما همراه با دوستان خانه شما دو دختر شد، خانه برادرتان دو جورتان دو بچه شد، در همون یک هفتگی یک ماهگیش یا یک سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد، اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارن، اینها زن و شوهر هستند، نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگرم، مگر اینکه طلاقش کنند بعد جدا میشوند، تا طلاق نکنند جدا نمیشوند. زیرا این نکاح شد، پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشند بعد از بلوغ اونها دیگه حق خوشان جدا کردن دارن. اما اگر رفت و عکا کرده باشد، عمکی کرده باشد، فسخ الصغیرانی حین بلغا او علما بالنکاح بعده، میگه فقها میتونه اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که عمکی من فلانی داداست یا عکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم، الان میتونه نگوید.
اما پدر و مادر دادگی حق ندارم. بنابر من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان رو نکنیدان، زیرا امروز جامعه دیگر شده است، بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگه، یگان بچه دیگر رو دوست میدارد، شاید این بچه یگان دختر دیگر رو دوست میدارد و همین حیات اینها رو نسوزانیدان میشن. اگر ما بادا شده باشد، تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، پنج وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازت میدیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو و صحبت کن، نصیحت کن، با دعوت کن، به تلفن هم اجازت هست عزیزان من. با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی، خدا نگه دارد عزیزی من. در آخر در حق خودم، آیدم، در حق بچه های وخیا و در حق برادرام که به کسل روحی بیمار است دعا کنه تاشی. خداوند اولا این دادر عزیز که مبتلا به کسل روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگه کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهرم از اپم به کسلی روحی گیره، تمامی واسطه را استفاده برده نزد نشده استاده. خدایا تو خود میدانی او کی است. به حق به این امسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، و به حق آیه مبارکی که یجیب المضطر و یکشف السوء، خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم، بیمارای این کسانی که حضور دارند، هر بیماری باشن خدا تو قادری شفای کامل نصیبشان گردان. خداوند شما را برادر عزیز، برادرای وقیا که خیلی جوانای با ایمان هستی نگهتان دارند. السلام علیکم عمر عصر 21 شان نوردین جان. نه ما خاک پای عمر میشیم. عمر از نام و شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر تید. ما یک بندی سر تا پا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدیلیم. آن چیزی که خدا از من میخواهد من نمیتونم او را عملی کنم و رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم. یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها رو خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز هم عصر طلای اسلام میشه. علامه اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید علامه اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت، وقتی که مغلوبیت اسلام و خار و زاری مسلمان ها رو میدید، پراکندگی اونها رو میدید، دلش میسوخت و گریه میکرد. اشعار عاشقانه خودش میگفت، حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند. امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد، همطور است، نه در وطن خود و نه در دیگر جا، هر کجا تحقیر میشنود. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و ایوب و فاروقی نماند، نه خالد ابن الولید موند و نه ایوب موند و صلاح الدین ایوبی، نه فاروق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را از نو سرای. حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا، ای سرزمین مقدس مکه. بطحا گفته مکه رو میگن. باز عمری نو، باز خالدی نو برای ما تولد کن، به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج دین و پند کنن. یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستم تا که از کار نجات یابم. خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رسانه. السلام علیکم بابایشان. من زن سر دادم، سه طلاق
بابایشان پشیمانم، التماس روایتش گویید. خوب وقتی که روایت میخوایی طلاق سه طلاقه باز پیش علما بیاییتان، علماها راهش میابن برای شما. خوب همینجا باشی پیش من بیا، من تو رو بینم کی هستی، خواه فردا است خواه پس فردا، من برای تو انشاءالله یک راهش میابم. اول پرسم که چه حالت ده زن تو سر داد. بنابراین از همتان خواهش میکنیم عزیزان من، نام طلاق در زندگی عائلویتان استفاده نبرید. البته زن شهواری جنجال دارد، اختلاف دارد، ناآرامی دارد، اما طلاق استفاده نبرید بچه های عزیز. طلاق عائله را ویران میکند، طلاق خانه تان کلید میکند، طلاق بچه ها تان صغیر میکند، طلاق عصباتان خراب میکند، بالا این طلاق اقتصادیاتان را ضرر دارد. از همه تان خواهش میکنم که هرگز طلاق های بیجا را در زندگی برای همسراتان استفاده نبرید. پیغمبر خدا میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق است. اگر بسیار که غضبتان آمد ناچار به طلاق شده، یک طلاق کنه. من این دادر اگر یک طلاق میکرد امروز به سوال و به جواب همسرش میرف میگرفت. اما سه طلاق و صد طلاق و هزار طلاق عزیزان من، این گناه هست. آخر شما برای چی گناهی و از بین بردوشتان میگیرید؟ تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء و عندی الطلاق. خوب پیش من بیا، شاید امروز فرداست یا پیش داملا بیا برات یکان راه میابیم. لیکن بازم میگن توبه کن طلاق کنیرم. خوب نماز خانم من به سر بشم ایناشه با یه وقتی دیگه انشاءالله اتنی من داملا ازام یعنی جواب شما میگه. دعا کنیم پروردگار کسانی که زحمت کشیده این سوالا رو برای ما ارسال کردیم، پروردگار همشان سلامت دارد و از ثواب طالب علمی با نصیبشان کنه. شما عزیزان شنونده رو خداوند از ثواب سامعی و شنوندگی به نصیب گردانه. خداوند در این مسجد و اون مسجد نو همیشه آباد داره. بازم تاکید میکنم برای ساختمان مسجد نو هر کدام حصتان دریغ نداره. انشاءالله خدا برای شما در جنت قصر عالی بنا میکنه. آمین یا رب العالمین.